درود به هموطنان عزیز، با درود فراوان به شما ملت غیور ایران. واقعا گل کاشتین، واقعا گل کاشتین، دستتون در نکنه. واقعا اگه ملت به این زلزله زدگان کمک نمیکرد، واقعا مردم مونده بودن، هنوزم احتیاج به کمک دارن. واقعا دست شما در نکنه. درود خداوند بر شما باد. واقعا شما نشون دادیم بار دیگر که ما اگه ملت یه چیزی بلای سر ما بیاد، همه با هم دست به دست هم میدیم تا اون بلا رو رفع بکنیم، تا مشکلات هم دیگه. اینه یک ملت، اینه همبستگی، این است که هم دیگه رو محبت میکنیم. این محبت خداست که با هم دیگه دست به دست هم میدیم تا بتونیم با هم دیگه در این مواقع کمک بکنیم. حقیقتا درود خداوند بر تمام شما باد، اونایی که کمک میکنین، به اونایی هم که کمک نمیکنن دلشون به رحم بیاد، اونا هم کمک بکنن. پولی که دولت که اصلا جلو نمیره، اگرم میره خیلی ضعیف داره جلو میره. اگر از کشور دیگه باشه به خاطر موقعیت جغرافیایی خودش مجبور اون لبنان و نمیدونم فلان جا رو سری درست بکنه که اونجا رو بگن که آقا این هست، در صحنه هست، در همه جا هست. ولی ملت ایران بد آوردن دیگه، الان دیگه 37 سال بد آوردیم. با ایمان دارم که خداوند با صبر ما، ایمان دارم که مشکلات ما رو خداوند ور میداره. ایمان دارم که خدا برای ایران برنامه عظیمی داره. اینه ایمان دارم. این چیزها بلاهای طبیعی تو همه جا میاد. شیطان حاکم بر این دنیاست و برای اینکه خدا رو لج بیاره، عیسی مسیح رو لج بیاره، چیکار میکنه؟ میزنه به فرزندان خداوند، حمله میشه، میزنه، مثل گرگیه که به گله میزنه و همه رو تیکه پاره میکنه. شیطان هم این کار میکنه. ولی بذار برنامه رو با دعای آغاز بکنیم تا واقعا روی خداوند بیاد ما رو هدایت بکنه. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این موقعیتی که به من دادی خداوند. یک بار دیگه میتونم خداوند کلام تو با هموطنانم در میان بذارم ای خداوند، و قلبا رو به کلامت لمس بکنم ای خداوند، تا حقیقتا تو خدای زنده رو بشناسن و به تو خدای زنده قلبشون رو باز بکنن، تو رو وارد زندگی هایشون بکنن، تا خداوند از بلاهای طبیعی، از همه چی محافظت بکنی ما رو ای خداوند. شکرت میکنم که دست پر از فیض تو روی ایران و ایرانی هست ای خداوند. این برنامه رو به دستای خودت بگی خداوند، از روی قدوست منو کنترل بکنی خداوند، و هرچی از زبانم بیرون میاد نام عزیز تو رو جلال بده. به نام عیسی مسیح، آمین. خب لایجونین عزیز، شما خسته نباشین. باشتوزم شما همه شهر سنان دارم کمک کردن برای زلزله زدگان که کرمانشاه. به هر حال وضع طبیعی الان خونسازی های ایران خیلی خرابه، برای اینکه خونسازی ایران با خونسازی مال کشورهای اروپایی آمریکاییشون فرق کنه. هرچی هم شما یک دونه اکباتون نگاه بکنید، 40 سال پیش شاه ایران او را درست آوده، به این چقدر تکم نخورده. درست زلزله هم به او صورت او را نمه، ولی خب باز اینی اگه زلزله هم باز یه زلزله چه آوده او را، یعنی خود درشتر بعد نورشتر بعد یه همه جا خراب کنه به تو کلی. ولی شما این شهرکسازی میره نگاه بکنین، ایشون درست آگودن حدودن یه چیزی واقعا با یه زلزله درست 7.3 رشته خیلی. ولی خب شما نگاه کنین که مثلا پایه هاش مو یک تا عکس بهتون سرد، اما پایه هاش به جایی که سیمون دوگونن چوبای شکسته ده بود تو پایه هاش. واقعا آدم دل آدم سوزنه برای اون ملتی، برای اون مادری، برای اون پدری، برای اون خواهر و برای اون پسر و دختری که
عزیزان خودشون از دست دادن. واقعا متاسفم. واقعا من در امریکا هستم، کاری نمیتونم، فقط کمک‌های مالی میتونیم بکنیم، چیزی دیگه از دست ما بر نمیاد که از اینجا بیایم اونور. ولی واقعا بهتون تسلیت عرض میکنم، امیدوارم که خداوند به شما صبر بده، خداوند آرامی دلهای همه شما باشه که عزیزانتون از دست دادین، زندگیتون از دست دادین، ولی ایمان دارم که خداوند به قلبای شما وارد بشه و خداوند شما رو صبر بده و تقویت بکنه. امروز میخوام واقعا از صبور بودن ما، خداوند به ما میگه صبور باش و از مشکلات بگذر. و مایی که داریم برای خداوند خدمت میکنیم، به خداوند جلال بدیم، ما حملات بیش از حد به ما هم میشه، چون ما این راه رو انتخاب کردیم، به ایمان داریم که راه درسته، به ایمان داریم که دست خدا با ماست. چون شما میبینین که عیسی مسیح همه جا داره معجزه میکنه. شما نام عیسی مسیح ببرین، امکان نداره معجزه‌ش نبینین. دعایی که بکنین در نام عیسی مسیح، امکان نداره شما معجزه‌ش نبینین. امروز من این دوم قرنتیان میخوام بخونم برای شما، 4:7-12. اگه وقت اجازه بده آیات دیگه هم براتون میخونم. میگه ما با مرگ روبرو میشویم تا شما به حیات جاوید برسید. ما اینجا میایم اعلام میکنیم انجیل خداوندو، برای اینکه شما اون حیات جاویدانه خداوندو پیدا بکنین. روی شما موقعی که بعد از مرگ میرین اون طرف، روی شما در بهشت خدا باشه، نه در قضاوت خداوند باشه، نه در دادگاه الهی باشه. چون برای اینکه خداوند اینو گفته که ما وقتی به نام عیسی مسیح ایمان میاریم، خداوند ما رو قول داده که اونجا دیگه دادگاهی نشیم، اونجا دیگه سوی حکم نشیم. در عوض چی؟ اینجا دیگه خودمونو درست بکنیم، از اون به بعد هر گناهی که کردیم توبه بکنیم و از گناهان ما بیایم دوباره به رای راست خداوند، چیزی که خدا از ما میخواد. میگه اما این گنج گرانبهای، یعنی قدرت انجام این خدمت روحانی در ظرفهای نابود شدنی، یعنی در بدنهای ضعیف ما قرار دارد، تا همه بدانند که قدرت عظیم پیام ما از سوی خداست نه از خودمان. وقتی یک مسیحی که یعنی مسیح بنه، رفتار و کردار و روش زندگیش تغییر کنه، سعی کنه که دروغ نگو، سعی کنه که محبت بکنه، سعی کنه که مردم آزاری نکنه، سعی کنه که کلاهبرداری نکنه، اینه که وقتی نجات پیدا کنی، تغییرات و تحولات در تو ایجاد بنه و مردم این تینن اینو ببینن و نگاه کنن. زحمات از هر طرف بر ما فشار می آورن. وقتی ما اعلام می کنیم، از اون طرف شیطان داره ما رو می زنه، از این طرف آدم های دیگر که به خداوند ایمان ندارن میان به ما حرفای رکیک میزنن، فوش میدن به ما، به ما میگن شما نمیدونم عقب افتاده این، نمیفهمین. بالاخره حرفا رو از هر طرف میزنن، از یک طرف شیطان داره میزنه، از یک طرف هم البته ما، جنگ ما با خون و جسم انسان نیست، بلکه با ارواح و روحای نامری است که در انسان ها میتونه کار انجام بده، میتونه توسط یک انسان به من فحاشی بکنه، بد بگه، دیگه هر چیزی که دلش بخواد بگه، چون خودش نیست، اون روی پلیدی که در اون هست از طریق اون به من حمله میشه. اما از زحمات از هر طرف بر ما فشار می آوره، اما از پا در نمی آییم. ما این شیرینی کلام خداوند گرفتیم، پیام نجات بخش خدا رو گرفتیم و میخوام که این پیام نجات بخش به گوش شما هم برسه. میخوام که شما هم این شیرینی که ما در
حس میکنیم شما هم حس بکنید. میخوایم که خداوند زنده رو بشناسید، بشناسید که عیسی مسیح کیست. از پادر نمی آییم. از مشکلاتی که برای ما پیش می آید دوچار حیرت می شویم، چون علت آن را درک نمی کنیم. بعضی موقع واقعا مشکلات بیش از حد بر ما هجوم میاره، بعد میبینیم خدایا من دارم برای تو خدمت میکنم، چرا این همه مشکل برای من میاد؟ منی که به تو ایمان دارم. وقتی از روز عیسی مسیح فرمودی که وقتی به من ایمان آوردین تازه مشکلات شما شروع میشه. مشکلات از هر طرف، چون حمله میشیم از طرف مردم، از طرف روحای نامری، از طرف شیطان حمله میشیم، مشکلات همیشه برام. ولی ایمان دارم که صبور باشیم، مشکلات با نام خداوند ما عیسی مسیح حل میشه. اما هیچگاه دل سرد نمیشویم و از خدمت خدا دست نمیکشیم، چون این شیرینی خداوند گرفتیم. این پیام نجات بخش زندگی شاپور وقتی گرفت، شاپور دیگه اون شاپور قبلی نیست. شاپوری که دهانش فوش می اومد، بالاخره دروغ می گفتیم، کلک می زدیم، ولی دیگر خداوند ما را هر روزه درست می کنه که هیچ کس اینجا پرفکت نیست، هیچ کس اینجا کامل نیست. تا موقع مرگم هیچ کس کامل نمیشه. کامل فقط عیسی مسیح بود که بیگناه و انسان کامل و خداوند کامل بود. یک آدم انسان بیگناه که اومد برای ما قربانی شد تا گناهان من شما رو پاک کنه. من نوعی انسان هیچ وقت پاک نمیشم. بالاخره نادانستم باشه یک گناه انجام میدم، یه عصبانی میشم، یه دفعه دیدی یه داد میزنم، این خودش گناهمه. مردم ما را آزار میدن اما خدا ما را هرگز تنها نمیگذارد. همین الان که گفتم مردم از هر طرف به ما حمله میکنن، ولی خداوند هیچ وقت ما را ترک نمیکنه، چون خدا فرموده رویی که در شما هست بالاتر از تمام قدرت‌های شریر و شیطانیه. چون این ایمان داریم ما. زمین میخوریم، میافتیم، بارها بارها افتادیم، ولی به قدرت نام عیسی مسیح بلند شدیم. خداوند دست ما رو گرفته بلند کرده. عین این که پتروس روی خداوند روی آب داشت راه میومد، پتروس گفت خداوند منم میتونم روی آب را بیام؟ گفت بیا. پتروس تا موقعی که خدا رو داشت نگاه میکرد روی این طوفان و این آب را اومد. وقتی برگشت به چپ و راست خودش نگاه کرد، طوفان رو نگاه کرد، موجای عظیم و ترس در دلش آمد. اینی که ما میخوریم زمین، ولی گفت خداوند منو دریاب. همون لحظه خدا دستش و خداوند گرفت عیسی مسیح. ما میفتیم، ولی وقتی میگیم خداوند ما رو دریاب، خداوند از این مشکلات ما رو عبور بدی، فقط ما باعث استادگی بکنیم، صبور باشیم، عجله نکنیم. ما تا چیزی میشه هزارون معجزات از خداوند میبینیم، ولی هیچ وقت اونا رو یاد نمیاریم. همیشه وقتی برای ما بد پیشنه چی کنیم؟ بد همیشه داد و فریاد کنیم. ولی این همه ای که رجوع نکنیم به پشت ما که خدایا این همه کار برای ما انجام بده، بس ایمان دارم که بازم تو به تو ایمان بدارم، باز دست من گیری، من بلند کنی خداوندا. زمین میخوریم اما به یاری خدا باز بر میخیزیم. ایمان داریم که وقتی زمین خوردیم به نام خداوند ما عیسی مسیح بر میخیزیم، چون خداوند گفت شما رو تنها نمیگذارم. ما ایمان داریم به تک تک کلماتی که خداوند به ما فرموده و به پیش می رویم. همون گونه که مسیح با مرگ روبرو شد، ما نیز همواره در خطر مرگ قرار داریم. عیسی مسیح 3 سال اومد، این همه معجزه کرد،
این همه مردم شفا بده ولی باز عیسی مسیح به صلیب بکشن. ای همون هفته قبلش می بودم خانومی که از سرطان شفا پیدا بود و خداوند اینو بود که برخیز من تو رو شفا دادم، همون عیسی مسیح به ما درشو بزیه، درش بزیه، در باز آگود بده. همون آقای نورانی و سفید پوش مقابل روش استاده، همین خانم وقتی میگه به این ایمان بیاری، میگه اه مگه میشه در این سن سال آبروی من چی میشه؟ به مردم چی بگم؟ به همسایگان چی بگم؟ به نوام چی بگم؟ به دخترم چی بگم؟ به پسرم چی بگم؟ وقتی اون موقع هم همینجوری بود، عیسی مسیح قدم میزد، مرده ها رو شفا میداد، زنده میکرد، فلج ها رو شفا میداد، این همه معجزه میکرد. وقتی به فریسی ها میرسید، به این خاخان ها، اخوندهای امروز هم این همونه، خاخان ها میرسید، باز میگفتن که میدید مفلوجی که 40 سال مفلوجی افتاده اونجا، میشناختن اونو. با این وز میگفتن که برای ما یه معجزه دیگه انجام بده ما ببینیم، برای اینکه ما مقام و غرور و نمیدونم پول و تر این دنیا بیشتر دوست داریم تا خدا رو، چون خدا رو نمیبینیم. شما یه تلفن میزنیم به یه نفر، اون طرف میبینین؟ نه. اینی فکر بکنین که به خدا تلفنی زدین، دارین باهاش، اینی که مثلا با من اگه تلفن میزنی چوری صحبت میکنی، با خدا هم همون جور صحبت میکنی، درد دلتو میگی. خدا گوش میده. امکان داره مثلا روبرو با تون نیاد، مثل اون خانم که روبروش هم اومد درش زد؟ امکان داره تو در خواب ببینی، در رویا ببینی، در کلام ببینی، در با صحبت کردن یه نفر دیگه کلام خداوند بگیری؟ همون گونه که مسیح با مرگ روبرو شد، ما نیز همواره در خطر مرگ قرار داریم. پس زنده بودن ما در واقع دلیلی است بر زنده بودن عیسی مسیح. چون ما زنده هستیم، ما زبان خداوندیم، ما دست خداوندیم، ما پای خداوندیم. چون ما زنده ایم، فکر بون عیسی مسیح زنده است. چون همه مسیحیان وقتی به مسیح ایمان آورند، پا و دست و زبان خداوندن، چشم خداوندن، تینم مثل خداوند عمل بکنن، دست بنین روی مرده، مرده بگن برخیز به نام عیسی مسیح، بایستی برخیز اگه ایمان بداری، باید شفا بده. اینه که گونه عیسی مسیح ما زنده سیم، عیسی مسیح زنده. بله، به خاطر خدمت به خداوند جانمان همواره در خطر مرگ قرار دارد. ما الان بریم توی کشور اسلامی مثل ایران، من برم اونجا اعلام بکنم، برم بگم آقا این انجیل مجده است، مجده خداست، کلام خداست، شفا بخش، نجات بخش، چی گونم یا ما؟ بگونه آفرین بابا؟ نه، همینی که یه گذره، در خطر مرگ قرار دارد. ما همواره در خطر مرگ قرار داریم، برای اینکه ما اعلام بکنیم ما رو گینن، زندانی کنن و ما رو چی کنن؟ اعدام کنن، چون نخنن کلام خداوند به گوش مردم برسه. چون شریر و شیطان دوست ندنه، شیطان که دوست ندنه که عیسی مسیح که روی صلیب بازی سرش داغون آگوده، با الان توسط من مثلا شاپور معمولی با مثلا مثل عیسی مسیح صحبت بکنم، مثل عیسی مسیح مثلا بشارت بدیم، مردم به خدا دعوت بکنم. و شیطان گونه تو دیگه کیسی؟ او عیسی مسیح بود، تو کیسی؟ ولی کور خونده، من پای دست و چشم و زبان مسیحم. هر مسیحی زبان و دست و پای چشم خداونده.
میسه خداوند تینی ما عمل بکنیم. اما این خود فرصتی است تا زنده بودن و قدرت مسیح را در بدنهای فانی خود نشان دهیم. این بدن فانی منه، همین که الان گفتم، دست و پای خداوندم، من چشم خداوندم، زبان خداوندم. عیسی مسیح 2000 سال پیش میخواست اینا رو بگه، الان من دارم اینجا اعلام میکنم. هزارون میلیونا آدم ها دیگه مسیح شدن اعلام میکنن، همشون زبان خداوندن، دارن انجیل خداوند رو بشارت میدن. تا به مسیح ایمان نیاری نمیفهمی، متوجه نمیشی که من چی دارم میگم. وقتی به این همه فقط به مشکلات ما همش داریم نگاه میکنیم، همش چشم ما به مشکلاته، مشکلات زندگی، مشکلات پولی، مادی، مقامی، ده، همه چیز. چون وقتی تا چشم ما بر مشکلاته، هیچ وقت مو من نیم که اوجوری که زندگی خم بکنم زندگی بکنم، من نیم که واقعا در سر پاهم بایستم قدم بگیرم با قدرت بشم جلو. مشکلات باید به نام عیسی مسیح زیر پاهاتون بندازین، چون خداوند گونه شما چشم و دست و پای منین، زبان منین. ای همه مسیح هایی که در دنیا مسیحی هستین، شما امروز زبان، دست، پا و چشم خداوندین. امروز شما مثل مسیح باید عمل بکنین، چون عیسی مسیح گفت همون کاری که من میکردم، مرده رو زنده میکردم، شما بالاتر از این میتونین بکنین اگر ایمان داشته باشین. کور میتونیم بگیم با ایمان بیفت به دریا، باید بیفته، باید بیفته اگه ایمان داری. من اون ایمان شهر نداشته باشم، ولی هستن کسایی که ایمان دارن. پسری که روی آب را میرفت، دو دستش مثل صلیب باز کرده بود را میرفت روی آب، آبی که کشتی های بزرگ میرفت، اون ایمان داره که میتونه مثل عیسی مسیح روی آب را بره، اون ایمان داره که مثل مسیح میتونه حرکت انجام بده. ما بایستی ایمان داشته باشیم که مثل مسیح کار بکنیم. ما امروز دست مسیح هستیم، پای مسیح هستیم، زبان مسیح هستیم. بریم یک سرودی گوش بدیم تا بیایم دوباره حال بکنیم با هم. درمانده کجا می روی؟ باید تو نومیده در این دنیا نخواهی یاد آرامی، هر جا که بروی در مسیح آرامی هری پر از سلامت گر سلی وش ایمان آوری به جان را بیابی.
خم یافتم سرود ها سرایم چون چشمه جوشت شدی درونم به دیگران دهم بیست و ایمان آور بیست و ایمان آور بیست و ایمان آور بیست و ایمان آور با درودی دوباره به ملت عزیز ایران، با عرض تسلیت دوباره به ملت کرمانشاه، به اونایی که واقعا زیر آوار، اگر دولت ایران اگه زودتر عمل بکنه یا خیلی آدم‌ها رو نجات میده. همین سگار دیدین میگن نجسه، ببین چقدر آدم‌ها رو نجات دادن همین سگا. حتی دولت اسرائیل اعلام کرده که من حاضرم بیام اونجا کمک بکنم، دست رد میزنن. بله، داشتیم میگفتیم که ما با مرگ روبرو میشیم تا شما به حیات جاوید برسید. ما این پیام انجیل مژده نجات بخش خدا رو به شما میدیم تا شما نجات پیدا بکنید، تا شما مثل عیسی مسیح بتونین روی زمین کارهایی که عیسی مسیح میکرد شما هم بکنین، مرده رو زنده بکنین، محبت بکنین، دست مردم بگیرین. میگه ما به خاطر اعلام پیغام انجیل با مرگ روبرو میشویم، اما همین پیغام باعث شده است که شما زندگی جاوید بیابید. ما اعلام داریم میکنیم، با مرگ روبرو میشیم، ما رو میگیرن، اعدام میکنن، شکنجه میکنن، ولی همین پیام شما رو نجات میده. وقتی تو میگیری این پیغامو نجات میگیری، نجات خداوند در زندگیت آشکار میشه. ما امروز نه اینکه از مرگ نمیترسیم، بلکه با شجاعت کامل پیام خداوند اعلام میکنیم. همه این مسیحا باید همینجوری باشن. نبین مثلا توی بعضی کلیساها نمیدونم با خنده، با نمیدونم مسخره بازی، با نظم به هم زدن میگن ما مس خداوند داریم. نه، هستن توی مسیحانی که اینجوری هستن. شما در نمیتونین توی کلیسا نظم کلیسا رو بزنین، با هم بزنین، مسخره بازی در بیارین، بگین که من مس خداوند هنوز الان در من وجود داره، من این کار نمیکنم. همه بیفتین، همه نابود بشین، بیفتین سرکلتون پشتک بزنین. نه بابا، مس خداوند اینجوری نیست. وقتی روی خداوند در تو کار میکنه، این نیست که بخندی، نمیدونم داد بزنی، فریاد بزنی، بیفتی. نه، بعضی موقع در سرود خواندن داد فریاد میکنی، پرستش میکنی، ولی نه اینکه نظم همه جا رو به هم بزنی، مردم دیگه از اون حالت بیاری بیرون. میگه از این روز که ما هرگز از خدمت به خدا دلسرد نمیشویم. هر کاری با ما بکنن ما دلسرد نمیشویم، چون چیزی چشیدیم، میخوایم این شیرینی رو پیام به همه بدیم، به همه دنیا باید اعلام بکنیم. عیسی مسیح فرموده تا موقعی که این پیام به گوش همه برسه دنیا با آخر خواهد رسید. الان روزهای آخره، این پیام بیشتر به گوش بیشتر مردم رسیده، چون اینقدر دیگه تلویزیون و دیگه نمیدونم اینقدر ماواره و همه چی هست. اون موقع قدیم نبود که اگه بخواستی پیام بدی نمیتونستی پیام بدی. با اینکه نیروی جسمی ما به تدریج از بین میرود، اما نیروی باطنی ما روز به روز در خداوند فزونی می‌یابد. درسته ما انسان‌های ضعیفی بودیم، پیرتر آبادیم، ضعیف‌تر آبادیم، ولی قدرت خداوند در ما فزونی، قدرت خداوند روز به روز بیشتر آباده در ما، بیشتر پخته‌تر بودیم در خداوند، بیشتر
اعلام کردیم که خدا چی کارهای انجام دینه، ما چی تینیم بکنیم. این مشکلات و رنجهای جزئی ما نیز سرانجام به سر خواهد آمد و باعث خواهد شد که زندگی جاوید با جلالی عظیم نصیب ما گردد که هرگز با آن زحمات قابلی مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست. منی که به مسیح ایمان بارم، ایمان دارم که وقتی بشم جلال خداوند در آسمان بینم، داوری نبنم، شنم زیر پای خداوند زندگی کنم، دو بهشت خداوند زندگی کنم، در آسمان در دنیای دیگر خداوند که وعده بده. نگین دروغه، اینقدر آدمون بمردن 4 ساعت 5 ساعت 24 ساعت بوشون رو دنیا بدیم برگشتن روی جسم خودشون. بشین روی اینترنت بزنین تجربه باز مرگ، من چقدر چی میبانه چقدر به اعلام کنه. نگین که ایشون همه افسانه، نگین که ایشون دروغه. امروز روز نجاته، امروز روزی است که واقعا باید جانهایتون و رویتون رو نجات بدین. پس ما با آنچه که در مقابل چشمان ما قرار دارد، یعنی به ناملایمات و مشکلات اطراف خود اهمیت نمیدهیم، چون ایمان داریم که این مشکلات ما به نام عیسی مسیح، وقتی ایمان داشته باشی تمام مشکلاتت از بین میره. نبین که مشکل داری، به خداوند ایمان داشته باش، اعتمادت به خدا باشه. وقتی به عیسی مسیح ایمان میاری مشکلات نگاه نکن، مشکلات میاد، چون میگم که این سرزمین زمین مال شیطانه، شیطانی که سقوط کرده است. شیطان که اول شیطان نبود، شیطان یک فرشته ای بود که دست راست خداوند بود. بس میگه ما سفیران مسیح هستیم، خدا با وسیله ما با شما سخن میگوید. وقتی ما چیزی را از شما درخواست میکنیم، مانند این است که مسیح آن را از شما میخواهد. بنابراین از جانب او از شما می خواهیم که لطف محبت خدا را رد نکنید و با او آشتی نمایید، زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بیگناه گذاشت تا ما به عنوان پیروان او آنطور که مورد پسند خداست نیک و عدل شمرده شویم. امروز بیا به این خدای خداوند عیسی مسیح ایمان بیار که برای گناهان تو روی صلیب رفت، خونش رو ریخت تا من و تو نجات پیدا بکنیم، تا من و تو امروز به نام عیسی مسیح کارهایی بکنیم که خود عیسی مسیح انجام میداد، که مردم که نجات ندارن شگفت زده شن. ما میتونیم ایمان داشته باشیم، دست بذاریم روی مرده، مرده رو بگیم زنده شو، بایستی زنده شه. آن چیزی که عیسی مسیح میکرد ما امروز میتوانیم همون کار را انجام دهیم. بس با ایمان جلو برو، با ایمان. بار دیگر تسلیه درج میکنم برای کرمانشاهیان عزیز و خودتونو به خدا بسپرین. صبر خداوند برای شما آرزو کنم و آرامش خداوند، و ایمان دارم که خداوند وقتی به او دست بنیم باز مشکلات شما رو بیرون نبینه، شما رو به او خدای بزرگ و عظیم سپرنم که تین زندگی ما رو تحول انجام بده. بدرود تا درودی دیگر.